نام میر اکبر خیبر از این جهت در تاریخ معاصر افغانستان اهمیت دارد که اولاً او یکی از نظریه پردازان برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و ثانیاً ترور او بهانه کودتایی شد که افغانستان و منطقه را وارد مرحله دیگری کرد و بر مناسبات بین المللی قدرت‌های بزرگ تأثیر چشمگیر گذاشت. خیبر همراه با معروف‌ترین چهره‌های چپگرای افغانستان یعنی نور محمد ترکی، ببرک کارمل و طاهر بدخشی عضو گروهی بود که زمینه تشکیل نشستی تاریخی را در 11 جدی سال 1343 خورشیدی به شکل مخفی و در منزل نور محمد ترکی فراهم کردند. اگرچه خود خیبر به دلیل شغل نظامی در این نشست حضور نداشت، اما عملاً این نشست به تشکیل حزبی سوسیالیست دموکرات تحت رهبری نور محمد ترکی انجامید که به دلیل نبود قانون احزاب در افغانستان از عنوان جمعیت به جای حزب استفاده می کرد. وقتی که میر اکبر خیبر در 28 حمل 1357 خورشیدی در کابل ترور شد، 14 سال از تشکیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان و نزدیک به 4 دهه از فعالیت سیاسی خیبر می گذشت. این ترور وضعیت شکننده سیاسی افغانستان را به بحران کشاند، به گونه ای که کمتر از 10 روز بعد حزب دموکراتیک خلق افغانستان با یک کودتای خونین محمد داوود رئیس جمهوری وقت را از مسند قدرت بزیر کشید و نظامی جدید را پایه‌گذاری کرد که هیچ شباهتی با نظام‌های گذشته در افغانستان نداشت. میر اکبر خیبر در سال 1304 خورشیدی در ولایت لوگر در خانواده کشاورز به دنیا آمد. او بعد از تحصیلات ابتدایی وارد لیسه نظامی شد و بعد تحصیلات عالی را در دانشکده افسری حربی پوهنتون ادامه داد. خیبر در کنار تعلیمات نظامی و مطالعات سیاسی پرداخت و مانند شمار زیادی از روشنفکران افغانستان در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی به مارکسیسم علاقمند شد. از این به بعد او یکی از افرادی بوده است که چه به شکل مخفیانه و چه علنی به نفع جریان‌های فکری طرفدار سوسیالیسم و مارکسیسم فعالیت کرد. این فعالیت‌ها باعث شد که به زندان بیفتد و در زندان نیز با شماری دیگر از چهره‌های سیاسی چپگرا آشنا شود. بعد از آزادی از زندان، تماس‌ها و روابط خیبر با همفکرانش گسترده‌تر شد تا اینکه او و سایر چپگرایان طرفدار مارکسیست اقدام به تأسیس تشکیلاتی مخفی برای عضوگیری از میان روشنفکران، مخصوصاً افسران جوان کردند و تلاش کردند تا حلقه‌های کمیته تدارک کنگره مؤسس یک حزب را سازمان دهند. حزب نو تشکیل و درگیر اختلاف. این حزب که همان حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، به زودی دچار اختلاف شد و 2 سال بعد جناحی از آن به نام جناح پرچم تحت رهبری ببرک کارمل انشعاب کرد. خیبر عضو کمیته مرکزی این جناح و رئیس شاخه نظامی آن بود. از این به بعد همواره حزب دموکراتیک خلق افغانستان با 2 جناح، خلق و پرچم، در صحنه سیاسی افغانستان حضور داشت. اما اختلافات فقط محدود به تفاوت نظرها و عملکردهای 2 جناح نمی‌شد، بلکه هر جناح به طور جداگانه هم گرفتار اختلافات داخلی بود. این اختلافات گاهی تا حد بحرانی شدن وضعیت یک جناح پیش می رفت. در جناح پرچم یکی از دلایل اختلاف تفاوت نظر خیبر و ببرک کارمل رهبران این جناح بود.
مهمترین تفاوت دیدگاه آنها آنگونه که عبدالقدوس قربندی از اعضای با سابقه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کتاب نگاهی به تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان نوشته، مربوط به نسبت منافع ملی و روابط بین الملل یا نسبت ناسیونالیزم با اینترناسیونالیزم بوده است. با این معنا که خیبر بر اندیشه های ملی گرایانه تاکید داشته و استدلال می کرده است که حزب دموکراتیک خلق افغانستان باید ابتدا با دنبال کردن منافع ملی سعی در تقویت پایگاه اجتماعی خود کند و بعد با این پشتوانه در عرصه بین المللی تبارز کند. اما کارمل بر این عقیده بود که مشغول ماندن به مسائل داخلی نتیجه جز انزوای حزب ندارد و حزب را راهی ندارد مگر اینکه با نزدیک شدن به قدرت‌های بزرگ از فرصت‌های بین المللی بهره برداری کند. البته آنطور که کارشناسان می‌گویند، تکروی‌ها و خودخواهی‌های شخصی هر کدام از رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان را نیز نباید از نظر دور داشت، ولی به هر حال حرکت ببرک به سوی رابطه هرچه نزدیکتر با رهبران شوروی و نزدیکی خیبر به محمد داوود رئیس جمهور ملی‌گرای افغانستان نشان عملی تفاوت دیدگاه‌های آنهاست. ملی‌گرای طرفدار داوود بعد از اینکه در سرطان سال 1352 خورشیدی محمد داوود با یک کودتای بدون خونریزی نظام سلطنتی را به نظام جمهوری تغییر داد، حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا جناح پرچم از این اقدام پشتیبانی کرد. محمد داوود به عنوان رئیس جمهور جدید نیز متوجه گرایش‌های موجود در دو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و با آگاهی از افکار و عقاید خیبر تماس‌های نزدیکتری با خیبر داشت. در حالی که رابطه افغانستان و اتحاد شوروی در اواخر حکومت داوود به سردی گراییده بود و اختلافات حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم با داوود روز به روز بیشتر و بیشتر می شد، خیبر در جناح پرچمخواهان حمایت از محمد داوود و حتی انحلال جناح پرچم بود. این اختلافات در جناح پرچم به نفع ببرک کارمل رفع شد و مجموع هر دو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان راه مبارزه با محمد داوود را در پیش گرفت. قربانی درست در همین زمان بود که خیبر از مسئولیت نظامی حزب کنار گذاشته شد و به نوشته بعضی از اعضای با سابقه حزب از سوی ببرک کارمل به مرگ تهدید شد. اما آیا ببرک کارمل آنقدر خام بود که کسی مانند میر اکبر خیبر را به مرگ تهدید کند و بعد از این نیت خود را عملی کند؟ غیر از ببرک کارمل در جناح پرچم، حفیظ الله امین در جناح خلق نیز یکی از رقبای سرسخت خیبر بود. سلک هرسن، افغانستان شناس امریکایی در این باره معتقد است که حفیظ الله امین به عنوان یکی از اعضای مهم جناح خلق رابطه محرمانه با KGB سازمان اطلاعاتی شوروی داشت، در حالی که خیبر هم از جایگاه یک افسر دیگر ارتش افغانستان از حمایت GRU یا سازمان اطلاعات ارتش شوروی برخوردار بود. بنابراین منطقی به نظر می آید که بعد از موضع‌گیری خیبر به نفع محمد داوود و در حالی که رابطه افغانستان و شوروی غیر دوستانه بود، خیبر حمایت سازمان اطلاعات ارتش شوروی را از دست داده باشد. آیا حفیظ الله امین، مرد پرقدرت جناح خلق که فکر می کرد میر اکبر خیبر
هیچگاه با کودتا همراهی نمی کند او را کشت؟ آیا کجیبی دستگاه اطلاعاتی شوروی سابق برای سرعت دادن به کودتا علیه محمد داوود و یکسره کردن کار این رژیم خیبر را ترور کرد؟ آیا پلیس محمد داوود با آگاهی از اختلافات موجود میان خلقی ها و پرچمی ها و برای اینکه بهانه‌ای برای دستگیری رهبران آنها بیابد دست به این اقدام زد؟ آیا گروه های تندرو و اسلامگرا مانند گروه حکمتیار به دلیل گرایش های ملیگرایانه و چپگرایانه خیبر با همکاری پاکستان او را ترور کردند تا از طرفی به خلقی ها ضربه بزنند و از طرفی دولت محمد داوود را به بحران مواجه کنند؟ هیچ کس پاسخ قطعی به این سوال ها ندارد، اما آنچه که مسلم است تشییع جنازه میر اکبر خیبر تبدیل به یکی از بزرگترین راهپیمایی های سیاسی تاریخ افغانستان تا آن زمان شد که در آن حدود 15,000 نفر از هواداران حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کابل گرد هم آمدند و به همه ثابت کردند که آنها به گستردگی در تمام نهادهای اداری و نظامی دولت رسوخ کردند و قدرت هر کاری را دارند، حتی کودتا، انقلاب و کشتن رئیس جمهور محمد داوود را. سپاس از توجهتان و لطف نموده کانال افغانستان پرس را سابسکرایب نمایید و با دوستانتان شریک سازید.